حسین بخشی سفری کیست؟ او چگونه از قالین‌شویی به این جایگاه رسید؟ از خواستگاری دختری افغان مقیم کانادا از حسین بخشی سفری چی می دانید؟ درآمد حسین بخشی سفری در هر مسابقهش چقدر است؟ و آخرین مسابقهش برای او به چی پیمانه درآمدزا بود؟ سلام دوستان و همراهان عزیز، قبل از ادامه این ویدیو، اگر نخستین باری است که ویدیوهای ما را تماشا می کنید، لطفاً چینل را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. در ادامه با پرژن سیتی همراه باشید. حسین بخش سفری زاده سال 1375 هجری خورشیدی در ولسوالی شیبر ولایت بامیان است. او از قوم هزاره افغانستان است که بارها برای مردم افغانستان افتخار آفریده است. حسین بخش به همراه خانواده در سالهای جنگهای داخل افغانستان به پاکستان مهاجرت کرد. پس از آن در سال 1378 به افغانستان بازگشت و در کابل ساکن شد. حسین بخش تحصیلات خود را تا صنف 12 ادامه داد، اما به دلیل مشکلات اقتصادی به طور موقت از ادامه تحصیل باز ماند، اما بعدها تصمیم به ادامه تحصیل گرفت. حسین بخش از 9 سالگی به ورزش روی آورد. او در سالهای 2010 تا 2012 به عضویت جوجوتسوی تیم ملی افغانستان درآمد. حسین بخش در اولین مسابقات برونمرزی خود در لاهور پاکستان با پشت سر گذاشتن حریفانش از ایران، پاکستان، عراق و کره جنوبی توانست مدال نقره این مسابقات را به دست آورد. مسابقه بعدی او زمانی بود که دختر افغان مقیم کانادا برای حسین بخش پیشنهاد ازدواج داد. تقریبا اصل ماجرا از اینجا شروع می شود. حسین بخش در مسابقات بین المللی جوجیتسو که در سال 2019 در کشور هند برگزار شده بود، با شکست 3 حریفش توانست 3 مدال طلا را در این مسابقات به دست آورد. او با این افتخار آفرینیش شور هیجان را در روح مردم افغانستان سرزنده ساخت. دختر خانمی که اسمش مریم بود که احتمالاً شما هم در حد شنیده اید، برای حسین بخش پیشنهاد ازدواج میکند. او وعده های بسیاری برای حسین بخش میدهد، میگوید من پول و ثروت دارم و میخواهم با تو ازدواج کنم، اما حسین بخش به او پاسخ رد داده و این درخواست را نادیده میگیرد. حسین بخش میگوید خانواده ام برای من دنیای من هستند، من برای خانواده ام هر کاری میکنم، سختی های زیادی از روزگار چشیدم و رنج های زیادی کشیدم. امروز اگر به جای رسیده ام از دعاهای خانواده و مردم افغانستان است. حالا پرسشی که ممکن در ذهن شما هم وجود دارد، حسین بخش از مسابقاتش به چه پیمانه درآمد داشته است؟ اولا هرگز حسین بخش در این مورد به هیچ رسانه صحبت نکرده است. او از شریک ساختن جزئیات در مورد خود خانواده و شیوه زندگیش چندان سخن نمی زند. اما مسابقاتی که حسین بخش در آن مبارزه می کند، مزد برنده هر مسابقه متفاوت است. در این سازمان از 10,000 دلار الا بیشتر از 100,000 دلار به برندگان تعلق می گیرد. در این باره جستجوی زیاده کردیم، اما چیز دستگیری ما نشد و ما هم نمی توانیم از نگاهی حدس و گمان و بدون منبع در این مورد صحبت کنیم. اما چیزی که خوشحال کننده است این است که حسین بخش در شرایط کنونی به عنوان یک قهرمان افتخار می آفریند. در تازه ترین مسابقه اش حسین بخش با شکست دادن حریف روسیش یک بار دیگر برتری خود را نشان داد و از سوی مورد توجه مردم افغانستان و دولت مردان قرار گرفت. گفته می شود او از طرف استاد محقق و سرور دانش هدایای مانند خانه و موتر و حتی پول نقدی زیادی دریافت کرده است. خب با این حال امیدوار هستیم درخشش بیشتری از حسین بخش سفری در آینده شاهد باشیم. دوستان عزیز، شما حسین بخش سفری را چگونه یک ورزشکار می بینید؟ لطفاً در کامنت ها بنویسید. ممنون که بیننده این ویدیو بودید. لطفاً برای حمایت از ما چینل را سابسکرایب کنید و پرسش ها و دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. تا یک برنامه دیگر، خداوند یار و یاور. Nasir! Ön Nasir!
حسین بخش سید عکاسی جنوبه اینجا اگر هوا سرد است اگر خدا نسته مریشو با چطور میکنین کار کمیرو برو استراحت کن سواد در تالار ببینین کل در اخیر بچا در اخیر جا داره بچا برای خود رئیس یک